اعتراضی دیگر به اکران فیلمی در سینماهای ایران. این بار فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی، سینماگر شناخته شده که تا همین چند ماه پیش در تلویزیون دولتی ایران تهیه کننده و مجری برنامه سینمایی هفت بود. فیلم من مادر هستم تولید 2 سال پیش است و باران کوثری، فرهاد اصلانی، هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی در آن بازی می کنند. سازندگانش می گویند داستان فیلم درباره یک خانواده طبقه متوسط امروز ایران است که در یک شرایط بحرانی به بررسی و ارزیابی زندگیشان می پردازند. اما انصار حزب‌الله، معترض اصلی به نمایش این فیلم، می گویند من مادر هستم کثیف‌ترین اثر در میان فیلم‌های اخیر با موضوع خیانت است و سازندگانش در آن به عادی سازی زنا پرداختند و بخش اعظمی از جامعه را مبتلا به آن نشان دادند. سعید تو رو دوست نداشت، تو خودت هم میدونی مشکلت هم همینه. همه عقدای زندگی تو حالا میخوای سر مامان من خالی کنی؟ با این کارات پچی ثابت کنی ها؟ میخوای بگی من مقصرم؟ آره من مقصرم، برای اینکه رفیق بی همه چیز چند سالم آوردم تو خونم، اجازه دادم به زن بچه‌م نزدیک شه، بعدن گویی دلت میخواد بخوره. من احمقم، هیچی نفهمم. اصل موضوع که روشنه، خیانت ناهید، اینکه سعید مرد برای اینکه نمیخواست به من تو خیانت کنه. اعتراض به اکران فیلم‌هایی با مضامینی ملتهب پس از چند سال وقفه از ابتدای امسال با اعتراض به اکران 2 فیلم گشت ارشاد و خصوصی از سوی گروه انصار حزب‌الله از سر گرفته شد و نهایتاً به توقف نمایش آنها منتهی شد. از آن زمان اختلافاتی میان حوزه هنری و وزارت ارشاد بر سر اکران فیلم‌هایی با مضامینی متفاوت به وجود آمده که تاکنون نیز ادامه یافته و من مادر هستم هم از مجموعه فیلم‌هایی است که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفته اجازه اکران به آن در سینماهای در اختیارش را نمی‌دهد. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، درباره اعتراض به اکران فیلم من مادر هستم به رادیو فردا می‌گوید: فکر میکنم الان دیگه اصلا نقل محافل سینماییه. یه چند وقتی هست که فیلم ها قبل از این که حتی اکران بشن ما میبینیم در طرف حزب‌های مختلفی در مقابلشون موضع‌گیری میشه، که همین امروز فیلم آقای جیرانی این اتفاق برش افتاد که من خودم با آقای جیرانی صحبت کردم، گفتم فیلم منو ندیدن چطور تشخیص دادن که موهنه. بنابراین تو این آشفته بازاری که وجود داره حتی این امکان فراهم شده که کسانی که اصلا سینمایی نیستن و هیچ اطلاعی در واقع سینما ندارن قبل از اینکه حتی فیلم رو ببینن موضع بگیرن، و متاسفانه موضع ها میبینیم که کار خودشون میکنه و بسیاری از این فیلم ها متضرر میشن. فریدون جیرانی، کارگردان، و غلامرضا موسوی، تهیه کننده فیلم من مادر هستم، در پاسخ به اعتراض‌های انصار حزب‌الله ضمن دعوت از مردم برای تماشای فیلمشان گفتند من مادر هستم فیلمی اخلاقی است که یک نوع سبک زندگی را به چالش می‌کشد و درباره زنا، خیانت و نمایش فحشا نیست. آنها از معترضان خواستند ابتدا فیلم را ببینند و بعد از دیدن آن نظر بدهند. محمد حسینی، وزیر ارشاد، از اظهار نظر درباره اعتراض انصار حزب الله خودداری کرده و در حالی که نمایش فیلم من مادر هستم از صبح چهارشنبه در 15 سینمای تهران آغاز شده، انصار حزب الله با انتشار بیانیه تازه گفته از روز شنبه مقابل ساختمان وزارت ارشاد در میدان بهارستان تحصن خواهند کرد. این در حالی است که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از جمله بیژن نوباوه و علی مطهری، نیز از اکران فیلم من مادر هستم انتقاد کردند. در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا مسئولان وزارت ارشاد تصمیم به مقاومت در برابر معترضان دارند یا من مادر هستم هم به سرنوشت گشت ارشاد و خصوصی در نیمه تمام ماندن اکرانش دوچار خواهد شد.